دو سوال خیر مبهم که همه ما باید بدانیم. اینکه الله متعال چرا در قسمت زنا، در فعل زنا، در آغاز اسمی از زنها برده است؟ و سوال دوم اینکه چرا الله متعال در کلام برحق خود در باب سرقت و دزدی اسمی از مردها برده است؟ حکمت در اینجاست که زنها هرگاه خود را جلوه ندهند، خود را نمایش ندهند و از خود رضایت نشان ندهند، هیچ مردی قدرت و توانمندی او را ندارد که بالای او زناح بکند یا همراه او زناح بکند. پس میلش و جلوه دادنش به معنای رضایت بودنش است. ورنه اگر جلوه ندهد و راضی نباشد و جبرن این عمل را بالایش انجام بدهند، در او صورت زناح نی بلکه تجاوز نامیده می شود. پس در قسمت دوم چرا الله سبحانه و تعالی از مردها در قبال سرقت، در فعل سرقت اسم برده است؟ چون مردها توان جسمیشان در این عرصه بیشتر هست و بیشتر دزدی ها و سرقت ها از طرف مردها صادر می شود. پس به این خاطر حکمت در اینجاست که مردها در این عرصه بیشتر توانهایی دارند و بیشتر زنها در قسمت سرقت و دزدی ترس و حراس دارند. پس حکمت این دعای در کلام مقدس الله سبحانه و تعالی این است: هنگامی که ما نتیجه گیری میکنیم و برای خواهران خود میگیم ای خواهرم، تو زمانی که از خانه‌ات میبری با حجابت برای بیرون، با درست عفت، با عفت بمانیم، در آنجا از ما ناراحت میشوند. پس حکمت همینجاست. اگر تو لباس درست بپوشیم و حجاب تکمیل داشته باشی، احدی از خلایق به طرف تو چپ نگاه کرده نمیتواند و برای تو مزاحمت نمیکنند. پس تو خودت باعث میشی و خودت را جلوه میتی و جلوه دادنت عبارت از این نتیجه گیری هست که تو رضایت داری در این قسمت. پس مردها در این صورت که در باب سرقت اسمشان در اول گرفته شده، به این است که آنها در این راستا قوت جسمانیشان بیشتر هست و بیشتر سرقت ها توسط مردها صورت میگیرند. پس وقتی که ما شما را مخاطب قرار میدهیم که شما با حجاب براین از خانه هایتان، با عفت براین با خانه هایتان و خود را جلوه ندهین، هدف و حکمت در اینجا هست که ما باید بفهمیم که هدف از حجاب پاکی، عفت و صداقت تو هست و از چشم چران هایی که در انتظار چشم چرانی ها هستن، چشمشان محفوظ بمانه. و بدون شک که این امر خالی از مردها هم نیست. الله سبحانه و تعالی در کلام برحق خود اول بر مردها اشاره کرده که چشمان خود را فرو ببندین، بر مردها هم امر هست، اما بیشترین اعمال را تو صورت میگیری، تو انجام میدهی، مخاطب تو هستی. چرا که تو باعث میشی. اگر تو جلوه ندهی و اگر تو خود را آراسته نکنی، خب اگر شوهردار هستی، خب تو باید برای شوهرت آراسته بکنی خدا. اگر شوهردار نیستی، هدف از این آرایش و جلوه دادن و نمایش گذاشتن لباس هایت در بیرون و بازار با هزار قسم لبسرین برای که هست؟ پس معلوم دار هست که این جلوه را به خاطر این میگونی که دیگران تو را نگاه بکنن و هرگامی که بالایتان زناح صورت میگیرن، تجاوز صورت میگیرد، خطاب میکنین مردها را که چشمان خود را کنترل نمایین. پس این آرایش تو برای کیست؟ در شهر و بازارهایی که میبرایی، این آرایش چهل رقمی برای چیست؟ میخوام جواب خود را بگیرم. در کامنت انتظار جوابات شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.